درود بر شما، به فراسوی سیوم فروردین ماه خوش آمدید. در این برنامه خواهید دید شاهزاده رضا پهلوی: من به سیستم محور بودن اعتقاد دارم. و در بخش بعدی کرونا یا حکومت، کدام مشکل اصلی است؟ با ما در این برنامه از فراسو همراه باشید. شاهزاده رضا پهلوی در تازه‌ترین گفتگوی رسانه‌ای خود که با تلویزیون صدای آمریکا انجام داد، دیدگاه‌های خود را درباره وضعیت ایران در جهان امروز، به خصوص درباره توافق ایران و چین و سهم ایران از دریای خزر و نیز درباره جایگاه خود در براندازی جمهوری اسلامی و شیوه گریز از خشونت در براندازی را بیان داشت. او در پی سخنان و پرسش یک هموطن که نگران جدایی شاهزاده از مفهوم پادشاهی بود گفت: محتوای نظام آینده باید دموکراتیک باشد، اما فرم نظام را مردم انتخاب می کنند. در واقع ایشان همان سخن همیشگی خود را تکرار کرد و گفت: از حالا دعوا بر سر شکل نظام بیهوده است. به عبارتی شکل پادشاهی نیز از نگاه وی می تواند از گزینه ها باشد. او همچنین گفت: حقیقتاً شکل موروثی قدرت مورد پسند و اعتقاد من نیست. این نکته ایست که محتوای یک نظام را میتواند از ماهیت دموکراتیک آن خارج کند. نگرانی ایشان آن است که نباید اتفاق 42 سال قبل تکرار بشود. او ادامه داد: چون من معتقدم در یک فرصت تاریخی و طلایی که ایجاد خواهد شد، از درون مجلس مؤسسان تا خود قانون اساسی به طور شفاف باید از طریق رسانه‌ها در اختیار مردم قرار گیرد. پس از آن مردم روی شکل نظام تصمیم خواهند گرفت. من صحبت‌های خودم را تحمیل نمی‌کنم. تصمیم با مردم است. با این وجود میتوان تأکید کرد که در نگاه ایشان به کشورداری، مهمترین نکته وجود دموکراسی در آن است. این چیزی است که ما را به مقصدی که از زمان انقلاب مشروطه در 115 سال پیش در راه رسیدن به آن آغاز کرده ایم خواهد رساند. به نظر مهمترین دغدغه مردم داخل کشور به ویژه در همان پرسشی نهفته است که فرد هموطنی به نام فرهاد از شاهزاده پرسید که چرا در مهمترین مقطع او با اعلام جمهوری خواهی طرفدارانش را نسبت به پادشاهی ناامید کرد. پاسخ شاهزاده در این باره به دو نکته استوار است. اول اینکه این انتخاب با شما مردم است، اما باید بدانیم ایران امروز با صد و چند سال قبل، یعنی با دوره مشروطه، متفاوت است. باید مطابق با زمان عمل کرد. به اعتقاد ما، مفهوم سخن ایشان این است که حتی میتوان و باید هم در اختیارات پادشاه و در شیوه ادامه این نهاد به طریق گذشته تغییرات نوینی با رأی و نظر مردم صورت گیرد. و دوم اینکه او میگوید این تصور غلط است اگر فکر میکنید من وادادم. اینطور نیست. من در قدرتگیری آلترناتیو علیه حکومت اسلامی همیشه تلاش کرده ام و همچنان این وظیفه را با قدرت انجام خواهم داد. اما من بر اساس اولویت ها حرکت می کنم. اول باید از دست جمهوری اسلامی خلاص بشویم و سپس در یک شرایط کاملا مساعد و با چشم باز عمومی بهترین گزینه را مردم بتوانند انتخاب کنند. این نکته ایست که با سخنان گذشته وی در تناقض نیست. موضوع از نگاه او این است که میخواهد یک کنشگر سیاسی یا اجتماعی باشد و میگوید نقش سمبولیک چندان با روحیه او مناسب نیست. ایشان همچنین گفتند: اما اگر بتوانم در کنار مردم مانع از پایمال شدن حقوقشان بشوم، صدای آنان باشم، به هدفم رسیده ام. اینکه کارشناسان بتوانند شکلی از نظام را پیشنهاد دهند که مردم انتخاب خود را به خوبی انجام دهند، قطعاً مورد رضایت من هم خواهد بود. درباره سخنان شاهزاده و دیدگاه ما نسبت به سخنان ایشان در برنامه‌ای دیگر از فراسو بیشتر خواهیم گفت. کرونا یا حکومت، کدام مشکل اصلی است؟ از همان ابتدای ورود ویروس کرونا به ایران معلوم بود حکومت اسلامی به دلیل نداشتن هیچ طرح و برنامه ای مردم را در مقابل این هیولا رها خواهد کرد و بیکفایتی خود در مهار این بیماری را به رفتار مردم نسبت خواهد داد. طنز سیاه تاریخ این بود
که مبدأ نشر این ویروس در ایران شهر زیارتی قم بود، شهری ظاهراً مطهر و نظر کرده که بنا به روایات ملایان شیعه هیچ هیولایی را توان ضربه زدن به حریم مقدس آن نیست. طنز ماجرا که این شهر با نخستین ضربات کرونا به فلاکت افتاد مورد نظر نیست. از نگاه ما شهر قم مانند همه شهرهای ایران است، با مردمی تلاشگر و ایران دوست. اما مسئله این است که جمعی آخوند به آن شهر چهره‌ای بخشیده اند که با واقعیت آن هم متفاوت و هم متناقض است. ضربه کرونا به این شهر در واقعیت امر نه به خاطر ویژگی زیارتی آن، بلکه توسط کاسبان و دکانداران دین مستقر در آن به مردم شهر و سپس به تمامی ایران وارد شد. اگر ویروس بار اول به شهری فاقد ویژگی مذهبی وارد می شد، آنگاه ملایان حاکم قطعاً در قرنطینه عمومی شهر نه تنها دستورالعمل‌ها و فتواهای دینی مبنی بر باز بودن مکان زیارتی صادر نمی کردند، بلکه در برابر حکم مراجع علمی و پزشکی مقاومتی نیز نشان نمی دادند. به طور مثال چیزی که حالا پزشکیان، وزیر اسبق بهداشت و نایب رئیس کنونی مجلس میگوید این که بیشتر کارشناسان بهداشتی و پزشکی و متخصصان حوادث غیرمنتظره شهری و اجتماعی از همان ابتدا درباره قرنطینه سفت و سخت شهر قم نظر خود را بیان کردند. اما قدرت ملایان خرافه باور در قم چنان بود که پیشنهادهای علمی را سرکوب کرد. اخیراً پزشکیان گفته است اگر در وزارتخانه بودم روز اول قم را قرنطینه می کردم و اجازه نمی دادم بیرون بروند. اگر هم قبول نمی کردند، الان که این مشکلات پیش آمده می گفتم ما تکلیفمان این بود که به شما بگوییم، شما قبول نکردید و حالا تاوانش را هم بدهید، چون بالاخره این بیماری شوخی بردار نیست. همان گونه که چین عمل کرد ما هم باید نظامی و سخت عمل می کردیم. حالا چیزی که معلوم است حتی پیش آمده دردناک و شوم پخش ویروس کرونا در سطح وسیع در میان مردم ایران نیز با عملکرد قدرت مذهب حاکم گره خورده. اگر حکومت دینسالار حاکم نبود، حتی برخورد با ویروس کرونا که از شهری زیارتی در ایران آغاز شد هم نمیتوانست متفاوت باشد. واقعیت هولناک این است که بعد از آغاز کرونا در قم و سپس انتشار آن به نقاط مختلف ایران، رژیم و دستگاه اجرایی آن دولت هیچ اقدام سازنده‌ای نتوانست انجام دهد. نه حمایت‌های مالی از طبقات آسیب پذیر و روزمزد و نه برای فقرا کاری انجام نداد و نه در موقع اجتماعات مذهبی و حتی تعطیلات سال نو نتوانست با قدرت کنترلی خود مانع از پخش وسیع‌تر آن شود. بی‌کفایتی و ناتوانی حکومت اسلامی در برابر پاندمی کرونا بیش از هر زمانی دست‌های این رژیم را رو کرد. اگر درست بگوییم حکومت اسلامی مردم ایران را در گرداب مرگ و بیماری رها کرد، نه در مهار کرونا تا کنون درست عمل کرد و نه در خرید واکسن. کافی است به همسایگان ما نگاه بیندازید. همسایگان جنوبی و شمالی تا کشورهای همسایه در غرب و شرق کشور بهتر از این رژیم مدعی که سر جنگ با همه دارد عمل کرده اند. بدتر از همه در هیچ کشوری واکسیناسیون پولی و خصوصی نیست، اما در ایران اشغال شده توسط حکومت مذهبی با اندک واکسن‌های مشکوک خریداری شده میشنوید که اگر میخواهید زودتر واکسن تزریق کنید باید پول پرداخت کنید. معلوم است که همه در این دریای ویروس دلشان میخواهد واکسن دریافت کنند. چنین حرفی که از نظر وجدانی و اخلاقی و حتی حقوقی میتواند جرم تلقی شود را یک فرد فاقد قدرت در دولت نمیگوید، خود رئیس دولت حسن روحانی گفته است. او گفته است که بخش خصوصی میتواند با ارز نیمایی از بازار آزاد واکسن وارد کند و بفروشد و همینطور فروش واکسن را هم سخنگوی ستاد کرونا به تازگی اعلام کرده است. از طرفی در همین یکی دو روز گذشته که موج تازه کرونا پس از نوروز کشور را فرا گرفته و به گفته آمار دولتی روزانه بین 50 تا 60 هزار نفر را مبتلا و بیش از 400 نفر را از بین میبرد، باز هم دولت هیچ راهکار درست و منطقی را نمیتواند ارائه دهد.
تازه حسن روحانی و هم وزیر بهداشت او که گفته است عمق فاجعه کرونا چنان دلخراش است که به خاطر آنکه دل رهبر به درد نیاید از گفتنش اجتناب می کند، بار دیگر اجتماعات مذهبی در ماه رمضان و به اصطلاح شبهای قدر را قرار است باز بگذارند و به قول خودشان شاید دعاهای مراجع و مردم بتواند کرونا را زمینگیر کند. بله، فاجعه این است. نباید از حکومت و دولتی سرسپردگی دین انتظار حل علمی مشکلات مردم و کشور را داشت. درست که نگاه کنیم مشکل حکومتی است که بر ایران و مردمش حکم میراند، وگرنه کرونا یک اتفاق ناگوار جهانی است که دیگران در مهار و واکسن مردم خود با برنامه دارند پیش میروند.